به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال انفو خوش آمدید. به نقل از فیسبوک مسلم شیرزاد، ضد طالب است، حمایتش کنید. شرور و جنگسالار است، از چرخبال آویزانش کنید. شخصیتی ملی است، سلا و دلار بدهید. غاصب و یا یاغی است، با شلیک چرخبال به تاریخ بسپارید. آدم نیک و درد بخور و گپ رو است، مسلح ساخته دوباره جا به جا کنید. وقتش تمام است، از بین ببرید. کدام دسمال کاغذی اصل تر درک دارید؟ این در حال است به نقل از فیسبوک نظام الدین قیصری، جمعه مورخ 9 حدود 1398. نظام الدین قیصری امروز وارد شهر مزار شریف گردید. محترم قیصری در جمع هوادارانش گفت که از پروسه سال سرتاسری در کشور و فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به نتایج اعلام شده ریاست جمهوری اسلامی افغانستان حمایت قاطع و همه جانبه خیش را اعلام کرد و نیز پابندی خیش را از تحکیم صلح در چارچوب قانون نافذ کشور اعلام حمایت نمودند. و همچنان گزارش دیگری از تلو نیوز، محقق خلیلزاد خواستار نامهای اعضای هیئت مذاکره کننده صلح شده. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه میگوید که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از دسته انتخاباتی ثبات به همگرایی خواسته است تا نامهای اعضای هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان را در اختیار او بگذارد. آقای محقق می افزاید که هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان 15 تا 21 عضو خواهد داشت، اما فاصله به میان آمده میان جریانهای سیاسی و حکومت سبب می شود تا شورای مصالحه به این زودی ها ایجاد نگردد. از تیم ثبات و همگرایی یک لیست خواستند که قرار است امروز این لیست به آنها داده شود و حتما طرفهای دیگر را هم آنها می بینند. هم حکومت را و هم بعضی از شخصیت ها و رهبران اعضاب دیگر را که اثرگذار هستند. او در ادامه بیان داشت اگر فاصله های زیادی نمی بود و حکومت و جریان های سیاسی با هم نزدیک می بودند، شاید زمینه برای ایجاد یک شورای رهبری مصالحه می بود که آسانتر در ترکیب هیئت تشریک مساعی می داشتند. زلمه خلیلزاد در چند روز اخیر در کابل بود و با رئیس جمهور و رهبران سیاسی دیدار کرد. قرار است در ختم دوره 7 روزه کاهش خشونت ها شنبه 10 حدود توافق صلح میان امریکا و طالبان امضا شود و آن طوری که منابع میگویند به تعقیب آن گفتگوها میان افغانان، حکومت افغانستان، سیاسیون، جامعه مدنی و طالبان آغاز شود. حکومت افغانستان، سیاسیون و جامعه مدنی باید برای حضور در این گفتگوها هیئتی را بفرستند. ارگ پیش از این گفته است که این هیئت ایجاد شده باشد، اما شمار از سیاسیون در این باره انتقادهایی داشتند. این انتقادها در پی بالا گرفتن تنش‌های انتخاباتی بیشتر شدند. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده همه شمول خواهد بود. داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره گفت تیم مذاکره کننده محدود اما مؤثر است و از آدرس حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به مذاکرات می رود. حاجی‌الدین محمد عضو شورای عالی صلح می گوید که اگر شورای مصالحه ایجاد شود، این شورا رهبری گفتگوهای صلح را پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان به عهده خواهد داشت. و درباره تشکیل هیئت شرکت کننده در نشست میان افغانان تصمیم خواهد گرفت. از روند صلح و افرادی که تعیین می شوند برای مذاکرات و به صلاحیت هایش سر آن بحث خواهند کرد. یعنی موضوع به نظر می رسد با اینکه روزهای کم است و تفاهم نزدیک است، انتظار می رود که 10 روز پس از امضای توافقنامه صلح امریکا با طالبان گفتگوها میان افغان ها آغاز شود.
و همچنان گزارش دیگری از سایت تولو نیوز. منابع: هیئت 6 نفری حکومت برای گفتگو با طالبان عازم قطر شده است. منابع به تولو نیوز میگویند که یک هیئت 6 نفری حکومت افغانستان برای گفتگو با طالبان پس از چاشت امروز پنجشنبه هفته بود عازم دوحه پایتخت قطر شده است. با گفته این منابع، اعضای این هیئت افراد به سطح درجه 2 ادارات کلیدی دولتی مرتبط به صلح هستند. قرار است این نخستین دیدار مستقیم حکومت افغانستان و طالبان درباره صلح باشد. سفر این هیئت به دوحه پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا در دو هفته اخیر خواستار دیدار نمایندگان دولت افغانستان با طالبان درباره رهایی 5000 زندانی طالب شده بود. اما کابل در نخست دیدار با طالبان را تنها درباره زندانیان رد کرده بود. ریاست جمهوری میگوید که این هیئت بر اساس تقاضای مکرر گروه طالبان و تاکید همکاران بین‌المللی ایجاد شده است تا تماس‌های مقدماتی را با طالبان ایجاد کند. گفته می شود رهایی زندانیان دو طرف، حکومت افغانستان و طالبان، بخشی از توافق امریکا با طالبان است که انتظار می رود روز شنبه 10 اُحد در دوحه به امضا برسد. قرار است به روز شنبه حکومت افغانستان با ایالات متحده امریکا اعلامیه ای را منتشر خواهند کرد که در آن امریکا در قبال افغانستان تجدید پیمان می کند. برای پخش این اعلامیه قرار است مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، و یونس استولنبرگ، دبیر کل ناتو، به کابل بیایند. تا کنون ایالات متحده آمریکا و ناتو درباره سفر این دو مقام چیزی نگفتند. و همچنان گزارش دیگری از سایت خبری تولو نیوز. گفتگوی پامپیو با وزیر خارجه قطر درباره روند صلح افغانستان. در آستانه امضای توافق صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر درباره میزبانی گفتگوها میان آمریکا و طالبان گفتگو کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا آمده است که وزیران خارجه دو کشور درباره رابطه دو جانبه میان آمریکا و قطر و نیز رفتار بی‌ثبات کننده ایران نیز گفتگو کردند. قطر از گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان که بیش از یک سال بدین سو ادامه دارند میزبانی می‌کند و قرار است توافق صلح میان دو طرف نیز در این کشور امضا شود. پومپیو از میزبانی قطر از این گفتگوها و نیز همکاری این کشور برای پایان جنگ در افغانستان سپاسگزاری کرده است. قرار است به روز شنبه 10 اُحد توافق صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه قطر امضا شود و با امضای این توافقنامه به زودی گفتگوها میان افغانان آغاز شوند. روز گذشته زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، گفت که مراسم تألیف رئیس جمهور افغانستان که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود به تاریخ 9 مارچ 19 ماه اُحد به تعویق افتاده است. با این همه، منابع به CNN گفتند که اعضای هیئت‌های گفتگو کننده در گفتگوهای میان افغانان، حکومت افغانستان، سیاسیون، جامعه مدنی و طالبان 30 تن خواهد بود. بر بنیاد گفته‌های این منابع، 5 تن از حکومت افغانستان و 10 تن از جامعه مدنی و گروه های سیاسی شامل هیئت گفتگو کننده با طالبان خواهد بود. قرار است روز شنبه 10 اُحد توافق صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه قطر امضا شود و با امضای این توافقنامه به زودی گفتگوها میان افغانان آغاز می شود. روز گذشته زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، گفت که مراسم تألیف رئیس جمهور افغانستان که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود به تاریخ 9 مارچ 19 ماه اُحد به تعویق افتاده است. تا
دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.